دادگاه عمومی اتحادیه اروپا جنبش فلسطینی حماس را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. با این رأی، عملاً تصمیم اتحادیه اروپا در سال 2001 که به موجب آن نام حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته بود، لغو می‌شود. با این همه ممنوعیت کمک مالی به حماس دست کم برای 3 ماه آینده و تا زمان رسیدگی به درخواست تجدید نظر اتحادیه اروپا پابرجاست. موسی ابو مرزوق از جنبش حماس تصمیم 13 سال گذشته اروپا را اشتباهی تاریخی خواند و گفت حماس یک جنبش مقاومت است و بر اساس قوانین بین المللی مقاومت در برابر اشغال امری است طبیعی. اما رأی دادگاه اتحادیه اروپا با انتقاد اسرائیل روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنشی فوری با یادآوری خطر حماس برای تل آویو گفت که از اروپا می‌خواهیم تا فوراً نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت اروپایی‌ها در اینکه حماس یک سازمان تروریستی است با ما و جامعه بین‌الملل موافقند. آنها بودند که نخستین بار حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. گذشته از موضوع حماس، امکان به رسمیت شناختن کشور فلسطین روز به روز در اروپا قوت می‌گیرد. رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر ماه گذشته خود به غزه از تمایلش به مذاکره با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این باره سخن گفت.